که الان خیلی داروش کار میشه و در واقع دیتا شیرینگ بین
چاکرانی علی ایجی باشه، یعنی که از داخل مغز ما در واقع از روی سطح مغز مستقیمان این اطلاعات الکتریکی رو سطح کنیم از روی سطح سطح. مثال دیگه میتونه مثال فانکشنال امارای باشه که این اطلاعات هم میتونن دوباره زمان در شخیل هست و تغییرات هموداینامیک رو در مغز به ما نشون میده، یا تغییرات اکسیژن کانسام مصرف اکسیژن در مغز رو به ما نشون میده و این خب اون مغز داخلی مغز رو به ما میده و خیلی میتونه مفید باشه. یا مثال دیگه مثال پیتس یا پوزیترون امیشن توموگرافی هست که این بیشتر البته حالا این مثالش FDG پیت هست، این خود پیت هم میتونه انواع مختلف داشته باشه. FDG پیت به ما مصرف گلوکوز در مغز رو نشون میده و تفاوتی که مثلا پیت با اون دوتا داره اینه که این یک تصویر استاتیک رو از مغز میده به شما در حالی که اون دوتا میجرمنت ها داینامیک مغز رو هم به ما نشون میده. خب یک چالش خیلی مهم در کل داستان در زمینه بایومدیکال دیتا ساینس به نظر من اپیلپسی هست، بیماری سر، که اگه خیلی خیلی کلی بخوایم در این مورد صحبت کنیم در واقع بیماری هست که بیشتر با سیجر و تکرار شر در بیماران مثلا میتونه که دایگنوز بشه و متخصصین میتونن که بر این اساس مثلا بدونن که طرف سر داره نداره. انواع بسیار بسیار مختلفی داره بر اساس اون محل لیژن یا محل اون ناحیه مشکل دار در مغز که میتونه در بیماران مختلف متفاوت باشه و خیلی شیوع بالایی هم نسبت داره. مثلا در دنیا بیدن از این بیدن که میدونم تا 60-65 میلیون نفر درگیر این مسئله هستن و مشکل فکریدی این هست که یه درصد خیلی بالایی از من یعنی 30-40% از بیماران سریع نسبت به هیچ در واقع داروی پاسخ نشون نمیدن در واقع رایت ریزیستنس بهشون میگن هستن و یا به عبارت دیگه ریفکت و اپیلپسی دارن سریع که قابل کنترل نیست. و در اینجور موارد یکی از راههایی که در تنهارهایی که به وقت دامنونه عمل کردن از کنگاهی از مشکل دار مغز رو جراح های مثلا نیروسرجن ها اون رو ریموو میکنن و میدازن رو به وقت مثلا جواب میده و البته بعضی از اون جواب نمیده که حالا من در این مورد خود بیشتر صحبت میکنم. به همینجور بر اساس نوع سیجری که بیماران میتونن داشته باشن هم ما میتونیم که انواع سر رو دستبندی کنیم که مثلا خوب ها باشه، یعنی که از یک جای مغز شروع بشه و بعد منتشر بشه، جنرالایز باشه که بیشتر از ناحیه تالاموس مثلا شروع میشه و بعد منتشر بشه در کل مغز، ولی در حالت کلی اون در واقع نظر کلی و اجماعی که در حال حاضر در مورد بیماری سر وجود داره اینه که ما خیلی فوکال اپیلپسی مون معنا نداریم، همه چی در مغز به صورت نتورک هست، یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم فقط یک ناحیه خاصی در داخل مغز هست که این فقط مشکل دار هست و اگر ما این را خوب کنیم مشکل حل میشه، همیشه شبکه ای از نواحی مختلف مغز درگیر است. من مطمئنم که شما همتون این داستان بیلد تاریکی از مولانا رو شنیدید. به نظر من یکی از شاید واضح ترین مثال های این داستان همین بیماری سر باشه که ما باید خیلی مراقب باشیم که چه جوری این بیماری سر رو بررسی میکنیم، برای اینکه ما فقط مثلا با یک ابزار یا یک مجرمنت بخواهیم بریم به سراغ بیماری رنگ رو بفهمیم قطعا دچار مشکل میشیم و به خاطر همین هم هست که مالتی مودال دیتا آنالیسیس میشه و خیلی مهمه، یعنی ما باید از زوایای مختلف این مشکل رو بررسی بکنیم و ببینیم که مثلا اعتراض مشکلاتی و تغییراتی در فعالیت ریتمی که مغز میفته چی هست، فعالیت های مثلا هموداینامیک چجوری هست، متابولیسم چجوری هست، و این خیلی مهم است و همین باعث میشه که خیلی چالش برانگیز باشه از لحاظ دیتا آنالیسیس که ما چجوری بتونیم این اطلاعات مدالیتی مختلف رو کنم بگید ترکیب بکنیم. خب حالا من یه چند مثال میزنم از مقام حالا پرامیسز حالا بخواستم بگم مثال هایی که دیتا ساینس مثل به ما کمک بکنه در این زمینه بیماری سر و حالا این دو تا از مثال هاش کار خود ما هست و کار دیگه که داره انجام میشه و بعدا میرم سراغ چالش هایی هم که در این زمین مونده. خب همونجور که گفتم بعض وقت های تنها راه حلی که با اون واسه بیماری سری خیلی شدید جراحی مغزی است که باید بیماری از مغز ریمو بشه، ولی مشکلی و سوالی که سوال مهمی که وجود داره این هست که ما کجای مغز رو باید انتخاب بکنیم
وقتان چالشی جسی هست که در تصاویر آناتومیکال امارایی که در واقع آناتومی مغز رو نشون میده هیچ علامت مشخصی جهت مثلا یک متخصص نورولوژیست هم که چک میکنه نمیتونه بفهم کجای مغز چرا مشکل هست. من جور افراد بهش میگم نگتیو امارای پیشنس مثلا هیچ علامت مشخصی نیست و در اینجا مواقع تکنیکای دیتا ساینس که کمک میکنه که ما نواحی رو بتونیم حدس بزنیم. حالا در یکی از تکنیک‌هایی که من استفاده می‌کنم و روش کار می‌کنم نگاه ریسرچ همین هست در یک شخص اسمی ایگی افمارای آنالیسیس که در واقع ترکیبی هست از سیگنال ایگی و افمارای ایگی به ما بیشتر اطلاعات شده زمانی تغییرات شده در مغز میده و همونی که میدونیم در بیماری اپیلپسی خیلی وقتا یک سری ویژگی‌های ابنورمال در سیگنال های ایجی مشاهده میشه که بهش میگن اسپایک من هایلایتش کردم و ما اگر که بتونیم زمان اون اسپایک ها رو تعیین بکنیم و ترکیب بکنیم با اف‌ام‌آرآی اون رو میتونیم به یه مقایی برسیم که اینا یه سر مقایی آماری هستن به ازای هر واکسینی که داخل مغز هست داخل تصویر ما یه عدد مثلا استاتیستیکال داریم و بر اساس این میتونیم که حدس بزنیم که کل نوعانی در مغز بودن که اون اسپایک ها رو تولید کردن و برای این اساس خب یه سری از نواحی کاندید میشن برای جراحی. آیا این تکنیک جواب میده؟ بله جواب میده و حالتا نه همیشه 100%. ولی مثلا این یکی از مثاله هست که ایشون پروفسور گرانتکسون هست که رئیس دور ما هست در حالاته دیگه بودن آستین آسپیتا برایشون کار میکنن و برمان مثال این یکی از کارشون بود از سال 2014 که بعد از این عمل و بعد از اینکه قبل و بعد از عمل با این تکنیک ما مقایسه کردیم نتایج دیدیم که دیگه با هم دیگه هم داره و بیمار هم مثلا آسیجت فری هست و در زندگی شروع کنه و لذتش میبره. ولی به این سادگی هم نیست چون که اولا که 100% همیشه این تکنیک ها جواب نمیدن و بعدش هم خود همین انجام این پروسه ایجی کمار انالیسیس اولا که خیلی به لحاظ تکنیکی پیچیده هست یعنی که افراد باید به لحاظ تکنیک ها هم آمادگیشو داشته باشن و بعدش هم یه سری محدودیت های عملی هم وجود داره. به مثال همون اسپایک هایی که من خدمت رو نرس کردم همون ویژگی های مثلا به لحاظ ابنرمال اینا در واقع یک سری ایونت های هستن در سیگنال ایجی که بسیار بسیار کوتاه هستن در حد مثلا 100 میلی ثانیه 20 میلی ثانیه و بعدا برای اینکه ما اینا رو بتونیم مارک بکنیم یک متخصص که متخصص نورولوژیست عموماً هست باید بشینه و ساعت‌ها بره چک بکنه سیگنال ای جی رو برای مثلا با فرض کنیم که دیتایی که چندین ساعت طولش یا حتی چندین روز و این میلی ثانیه ها رو چک بکنه منظور که احتمالاً مشخص هست خیلی خیلی میتونه زمان‌بر باشه خیلی میتونه سابجکتیو باشه بعد که خیلی هزینه در باشه که شما فقط تصور کنید که نرخ ساعتی که مثلا متخصص میگیره خب خیلی زیاده داریم ساعت ها با وقت بذاره که این کار انجام بده و خب یکی از کارهایی که ما انجام دادیم این بود که اومدیم و یک بلاکسی رو الان در حال حاضر داریم دیولوپ میکنیم که در مرحله نهاییش هستیم انشاءالله در حال داکیومنتیشنش هم و اوالویشنش هستیم برای اینکه این پروسه ای‌جی‌اف‌ام‌آرآی رو اتوماتیک بکنه در حد امکان و اینکه اون قسمت اسپایک دیتکشن رو هم به صورت اتوماتیک انجام بدیم و چند تا در واقع الگوریتم ما اینجا پیاده کردیم تو باکس که در مقایسه کردیم تو اینترنت مقالاتمون هست با حالت مانیوال مارکاپ که یه متخصص مارک کرده و این مثلا الگوریتمی که ما پیاده کردیم و نشون دادیم که پرفورمنس این الگوریتم ها کاملا قابل مقایسه است با پرفورمنس اون متخصص در زمینه مارکاپ و چرا سال اطلاعات بیشتری هم بزرگ نشون میده و خیلی هم ابجکتیو تر است. بنابراین خب این دو تا مثال شد. یک مثال خود ریسرچیکال پلنینگ هست که بر اساس دیتاهای روش های دیتا ساینس روش ما داریم کار میکنیم و بعدش هم این بخش از اون داستان که میشه اتوماتیک اسپایک دیتکشن. یه مثال دیگه که به نظر من خیلی مثال جالبی هست البته این کار من نیست و یکی در واقع ریسرچی هست که اتفاقا تو خود ملبورن داره انجام میشه و بسیار به نتیجه عالی رسیده به واسطه های پروفسور مارکوک که در دانشگاه بیمارستان با دکتر گودرزی فکر میکنم الان که تشکیلشون خیلی بهتر میتونم در این رو صحبت کنم تو خودش هم بکنم درگیر کنم این پروژه این در واقع برای یک پیشبینی اون
پیشبینی میکنم که چه قرار سیجر اتفاق بیفته و این خیلی میتونه کمک بکنه به مریضاشون که این سیجر یا هم عملات سریعی کاملا میتونه که زندگی متوقف بکنه، یعنی که خیلی واقعا مشکل است. از علاوه بکنیم مثلا وسط رانندگی یه اگر که شخص دچار چیز بشه سر عمل سریع بشه خب خیلی خطرناک یا خیلی آلاته دیگه. و البته اینجا من این باید ذکر بکنم که ما وقتی که در مورد دیتا ساینس صحبت میکنیم نباید فراموش کنیم بخش هاردویر قضیه که مثلا این پروژه مثلا قسمت هاردویر تکنولوژی چه واسه خیلی مهمتر از بحث دیتا پروسسینگش باشه که خب حالا موضوع بحث ما نیست، البته تخصص ما هم نیست، ولی نباید این قسمت رو فراموش بکنیم. و این احساس میکنم یه مثال خیلی خوبی است که دیتا ساینس یا بایومدیکال دیتا ساینس تونسته کمک بکنه به برین ریسرچ. یه مثال دیگه در مورد ایجاد دیتابیس های اینترنشنال هست که این هم همونی که عرض کردم خیلی داره شایع میشه، خدا شکر نظرم خیلی مفید هست. در واقع کلابوریشن های بین المللی ایجاد شد. من مثلا یکی از مثالاش هست اپیلپسی که دانشگاه های مختلف در سیستم های مختلف در کشور های پیشرفته مختلف با هم دیگر کار میکنن که یک دیتابیس بزرگ از دیتای از بیماران اپیلپسی ایجاد بکنن، از بحث ژنتیکی گرفته تا نیورو ایمیجینگ همه چی، با تمام اطلاعات کامل پزشکی و اینترپریتیشن ها که اینو به صورت مجانی ارائه میدن به ریسرچرها در تمام دنیا. و خب این خیلی خیلی ارزشمنده چون که هر کدوم از این دیتا ست ها الان بسیار گرون است. یک کسی بخواد خودش مثلا یه جایی مثلا تو دانشگاه یا فرقی اینا رو انجام بدن اولا که بسیار گرونه، بعدش هم به احتیاج تخصص خیلی بالایی داره. اینجور کارها که خیلی هم دوباره احتیاج به تکنیک های دیتا ساینس هست، مثلا از لحاظ دیتا کیوریشن که پروسسینگ اینکه دیسنترالایزد آنالیسیس هم چجوری مثلا این دیتا رو بین سنترهای مختلف هر کسی بخشی از آنالیس رو بخواه انجام بده که خیلی بحث دیتا ساینس میشه واقعا، ولی این اگر که انجام بشه که در حال انجام هست خیلی کمک بکنه به بحث اپیلپسی ریسرچ و در تمام کشورها. و حالا ما هم دیگه ببینم در مورد چالش ها صحبت بکنم که البته این خیلی طولانی تر از اون قبلی میتونه باشه ولی خب من سعی میکنم که کوتاه کنم. یکی از به نظر من چالش های اصلی برای زمینه اپیلپسی ریسرچ این هست که ما با یک پارادایم بسیار شخصی در حال انگلیسی اندیویژوالایز واجه هستیم، یعنی که در واقع ما نمیتونیم دو تا یک راه حل ارائه بدیم برای دو تا بیمار. همیشه بیماران به شدت احتیاج به روش های کاملا مختص به خودشون دارن. حقیقتش هم این است که خود طبیعت اپیلپسی از سر این حالت رو داره چون که هم موضوعی گفتن مثلا ممکن ناحیه یه پرس میکنه سیجر فوکس در مرز و افراد مختلف متفاوته، جنتیک بک‌گراندشون متفاوت هست، فامیلی‌هایشون البته یه تایپ ها ممکن است که اگه به پیدا کنی جایزه داره، بعد لایف استایل و لیوینگ کاندیشنشون متفاوته. بعد بنابراین اینجا در واقع خیلی میتونه که این ویژوالایز باشه و این باعث میشه که ما نتونیم همونطور که اصلا یک راه حل ارائه بدیم واسه تمام بیماران. هر بیماری واسه خودش احتیاج به این داره که یک راه حل واسش طراحی بشه به نوعی. بعضی وقتا این حالت رو البته مختص بیماری سرد نیست ولی دیگه میتونیم ببینیم بهش میگن پرسیژن مدیسین که در واقع اون حالت کاستومایز شده یه مثلا روشهای پزشکی برای بیماری مختلف. یه مشکل دیگه به نظر من مشکل ساده انگاری هست یا خیلی وقتا این محدودات ما خیلی خیلی ساده ساده هست. بگم عزتش البته قابل درکه ما اگه بخوایم که خیلی از این روش ها رو مشکلات رو حل بکنیم نمیتونیم خیلی پیچیده در موردش فکر بکنیم، یعنی قابل حل نیست. بعضی از این ساده انگاری هایی که انجام میشه خیلی هم برسون هست و ما مجبور هستیم انجام بدیم این هست که دو تا خصوصا در زمان هست که لینیاریتی و استشناریتی، یعنی فرض کردن خطی سیستم ها و فرض کردن ثابت بودن سیستم ها. منظور من از خط بودن هست که کنون مثلا حالت اسکیلین شما یکی یه سیستم دارید که یه ورودی داره که بروش میگیرین، اگر که ورودی رو دو برابر بکنیم بروشیتون هم با این فرض لینیر بودن بروشیتون هم دو برابر میشه. یا فرض استشناریتی هست که اگر شما ورودیتون رو یه ذره شیفت بدیم اون خروجیتون رو همون میزان شیفت پیدا میکنم، در حالی که در عمل مخصوصا در مغز وقتی که ما برین داینامیکس رو فکر میکنیم به هیچ عنوان این دوتا صادق نیستن. مثلا شما اگه یه چیزی رو امروز از بیمار مثلا معاینش کنید نه اینکه یه دیتا ازش بگیریم با همین دیتا فردا یه ساعت دیگه ممکنه خیلی متفاوت باشه. بنابراین اینجور
شما باید سعی کنیم که بیشتر فکشوال بکنیم و در این حال توفیل کار مشکلی است و همجه که هست یادم با توجه اینکه توی یک چند بودی هست این مسئله بعض وقتا فرضمون در این هست که مثلا ما تصمیمات رو صرفا در اساس یک مدالیتی میگیریم مثلا EEG در حالی که اون تصویری که ما میده تصویر ناقصی است و بعدا دچار مشکل میشیم. این مشکل دیگه نه زمان مشکل انتخاب غیر صحیح مدل ها است که خیلی وقتا مثلا دیتایی که داریم فقط این مثالی که اینجا هست ما یک دیتایی داریم 12 حالت مختلف داریم دیتایی ورودیمون دقیقا یکیه تمام اینا ولی به 12 حالت مختلف مثلا میشه مدلش بکنیم خب کدوم یکی از اینا صحیح هست کدوم یکی از اینا ما باید به عنوان راحل در نظر بگیریم و این هیچ که جوابی نداره و باید با تکرار در طول زمان در باز مثلا احتمالا بیماری مختلف چک بشه و این خب یک سوالی است که هیچ که شخصا نمیتونه جواب بده و در این حال بسیار مهم است. به نظر من یه جمله معروفی است که میگه all models are wrong but some are useful، یعنی که مدل هایی که ما داریم همشون اولا اشتباه هستند مگر اینکه یه چیزی به ما بگم در این حال میتونه خیلی خوب یه مثالش همین مثلا مدل های لینیر یا خطی برای پدیده های غیر خطی در مغز خیلی چیز هستند در باشایی هستند. و آخرین فاکتوری که به نظر من میتونه خیلی چالنجینگ باشه یه سری مثلا مزاحمت های نیرونی ها در واقع اون محدودیت های نیرونی هستن مثل نویزی که ما در سیستم های رکوردینگ ما داریم آرتفکت های مختلفی که ما داریم که اینا میتونه مثلا حتی فرسون در همین وسایل که گذاشتن در سیگنال های ایدی همین به صرف مثلا فلک زدن میتونه خودش یه سری تغییرات بسیار جدی رو بندازه روی سیگنال ایدی که از خود اطلاعات اصلی سیگنال مراتب اینا بزرگتر است. البته مثال ساده ای است که میشه که به راحتی نصبش کنیم و به هر حال خیلی مثال هایی که مشکل تری هم وجود داره مثلا در این زمینه و نهایتا رزولوشن محدودی که ما در دیتامون داریم این هم خیلی به نظر من میتونه که محدود بکنه کار ما رو. حالا این مثالی که اگه شما یه تصویر لو رزولوشن داشته باشیم خب طبیعتا نمیتونه خیلی اطلاعات زیاد ازش بگیریم و در این دقیقا در زمینه دیتای پزشکی هم صرف میکنه. ولی خب در حال حاضر اینا داره پیشرفت توش انجام میشه و این رزولوشن مخصوصا که داره زیادتر میشه در دیتاپرسی سیستم مختلف. و به عنوان نتیجه‌گیری کلی من عرض کردم که بایومدیکال دیتا ساینس میتونه کمک بکنه به اطلاعات اپیلپسی ریسرچ و یک سری مثالا خدمتتون ارائه دادم ولی در این حال گفتم که یک سری فرق و محدودیت هم وجود داره که اینا به نظر من باعث میشه که زمین های تحقیقات جدیدی رو باز کرد و باز خواهد کرد واسه کسایی که علاقه مند هستن در زمینه کار بکنن. حالا اگر که سوال بیشتر داشتید میتونید بعدا در مورد بحث بکنید. خیلی ممنون. سوالی چیزی؟
ممنون.